خدا کنه که جور و صحتمند باشین و از ویروس و کرونا در امان باشین. هنگام خارج شدن از خانه از ماسک دستکش استفاده کنین. من استاد رشاد احمدی هستم. خدا کنه که در درس گذشته چیز مشکل نداشته باشین. میپردازیم به درس جدید خود. با ادامه درس گذشته صفحه 20 کتابتان و موضوع را که امروز میخواییم سرش باز داشته باشیم در مورد دیگر بخش کمپیوتر بود که در روزهای قبل در مورد پرینتر و میکروفون هدفون گپ زدیم و امروز در مورد سی دی، دی وی دی، پین درایو و هارد دیسک گپ زدیم. خب، we use CD, DVD, pen drive and hard disk to store the work we do on a computer. We insert a CD inside a CD-ROM drive. A CD-ROM drive is inside a CPU. We put a pen drive inside a USB port, which is also inside a CPU. A hard disk is fixed inside a CPU. However, we use CD, DVD, pen drive, and hard disk to store the work. میگه ما با استفاده از CD, DVD, pen drive و hard disk به خاطر ذخیره کردن کاری که we do on a computer، کاری که ما در کامپیوتر انجام دادیم. یعنی زمانی که ما یک کار یا یک فعالیت انجام میدیم، ما نیاز داریم که این فعالیت یا این کار ما ذخیره شود. پس CD کجا ذخیره میشه؟ یا در CD یا در DVD یا در هارد دیسک کامپیوتر. We insert a CD inside a CD ROM drive. خب ما نیاز به چی داریم؟ یک سی دی روم داریم و یک سی دی که ما همین سی دی را داخل میکنیم به سی دی روم و سی دی روم درایو از اینساید سی دی روم و خود سی دی روم در قسمت داخل سی پی او موقعه داره. یعنی خود مرکز اصلی سی دی روم در داخل سی پی او میباشد. We put a pen drive inside a USB port which is also inside the CPU. ما همچنان یک پن درایو یا فلش هم برش میگیم در کجا؟ در داخل USB پورت که در تصویر بعدی ما بر شما نشان میده که USB پورت کدام قسمت است که میگه همچنان مرکز اصلی ازی در کجا؟ در داخل CPU میباشد. یعنی قسمی که ما گفتیم که CPU یعنی هم در داخل خود تمام این چیزها را جای میده. هارد دیسک از فکست انسایت CPU هارد دیسک نیز در داخل CPU میباشد. قسمی که ما گفتیم یعنی تمام فعالیت های کامپیوتر توسط CPU کنترل میشد. به همین خاطر هر بخش از کامپیوتر با CPU وصل است. قسمی که تمام اعضای بدن انسان با مغز ارتباط داره و این قسم تمام بخش های کامپیوتر نیز با CPU وصل میشد. و قسمی که شما در تصویر میبینید این سی دی روم میباشه و این مرکز اصلی از یعنی ارتباط از در سی پی او میباشه و به خاطر از اینکه ما دیتای خود را ذخیره کنیم از سی دی و دی وی دی را داخل از این دادیم و میتونیم دیتای خود را ذخیره کنیم و تا تصویر دیگر که است یک یوزبی پورت میباشه که این را هم به نام پن درایو میگن فلش هم و همچنان چپ ما داریم فلش داریم که در سابقه به نام فلاپی دیسک بود و اینی قسمت که شاگرد از شما میبینید هر کمپیوتری ام دسکتاپ ام لپتاپ ما این تک شکل خانه داره که را به نام USB پورت میگیره که ما اینجا USB را داخل از داخل میکنیم و عمو دیتای خود میگیریم دیتای خود ذخیره میکنیم و این سهولت زیاد را به ما ارائه کرده به خاطر از اینکه ما بتونیم دیتای خود ذخیره کنیم و در صورت ضرورت در وقتهای بعدی از او استفاده کنیم. خب شاگرد عزیز، درس امروز ما به همینجا به پایان میرسد. خدا کنه که چیز آموخته باشین.
و در صورت کدام مشکل سوال میتونید در واتساپ با ما در میان بگذارید ما انشاءالله حتما جواب میدیم تا روز آینده خدا حافظتان